دکتر، نسل جوان ما اگر سوالاتش رو اجازه نداشته باشه با جسارت کامل از همه چی، یعنی همونطور که زمان پیامبر ما سوال میکردن، از مبانی اعتقادیشون سوال میکردن، همونطور که ائمه ما در همه احادیث و روایاتی که داریم در واقع در پاسخ به نقطه مشترکی داریم. آسیب شناسی و از موجود رو بذارید کنار چون وارد شدن به آسیب شناسی، من از باب اثباتی عرض کردم. نه این که درست بود، من میخوام بگم آسیب شناسی حتی بیشتر از این، من شما نگاه بکنید شما دهه اول انقلاب دانشگاه تهران، خب ما درگیر بودیم دیگه، هر دوشنبه مقام معظم رهبری مسجد دانشگاه بدون بسیاری از تشریفات تا سالهایی که ریاست جمهور هم بودن میمدن، گفتگوی آزادی بود درست بلافاصله بعد از نماز جماعت. یعنی شما نماز جماعت که تمام میشد یهو برمیگردید میبینید یک سید اولاد پیغمبر سریع با نشاط شاداب صف جماعت رو میشکافتن وارد تیمونی شدن و حتی بارها شده بود گفتم به لحاظ امنیتی این مشکل داره، اون سمت محراب دانشگاه رو یه دری بذارید که اخیرا گذاشتن، البته به خاطر بحث آتش نشانی و مثلا خروج اضطراری و اینها، ولی ایشون از تو همون بین جمعیت میمدن در ارتباط بودن. من خودم به رئیس جمهور وقت 8 سال نه 12 سال نه 16 سال پیش، حالا میگید اسم نبرید، من خودم شخصی گفتم آقای هاشمی شما سرمایه انقلاب، آقای هاشمی شما کنار انقلاب بودی، آقای هاشمی شما مسئولیت دارید الان تو دولتتون، کی باید بیاد سوالات این دانشجوها رو پاسخ بگه؟ و ایشون خب با سنگینی و اینها خیلی استقبال نکن. خود من روح الامین شخصا نقل قولی نمی کنم، از ایشون خواهش میکردیم که آقا بیاین پاسخگوی دولت سازندگی باشید در دانشگاه، چون سوال ایجاد شده بود. بله. نگذارید جمع بشه که بشه یه دوه خوردادی. بله آقای و هاکذا سالهای آخر و هاکذا این روزها مقام معظم رهبری اخیرا سران قوا رو و مسئولین رو و حتی رئیس محترم صدا سیما رو به اسم بردن که برید دانشگاه ها، فرقی هم نمیکنه تو این دولت، دولت قبلی و دولت قبلی، یه کمی که از دوران مسئولیتشون میگذره کرخت میشن، پاسخگویی رو فراموش میکنن، داره که آسمان به زمین نمیاد، به هر حال یا این سوالات پاسخ داره یا نداره، یا قبوله یا رده، یا وارده یا وارد نیست. دکتر پاسخگویی که آسیبیه که متاسفانه در 16 سال 20 سال اخیر یه مقدار از طرف مسئولان اجرایی ما متاسفانه است. حالا ببینید یه طرف داستان رهبر انقلاب فرمودن یه بودشه. بله رهبر انقلاب فرمودن که بست آزاداندیشی در دانشگاه ها، این بسیار بحث خوبیه، ولی کرسی های آزاداندیشی عملش مهمتر از خودشه، عملش مهمتره. متاسفانه اون چی که میخوام بگم وارد آسیب شناسی اگه بشیم ممکن نقاط مشترک زیادی داشته باشیم. بله ببینید اگه لازمه وارد من میخوام بگم نقاط قوت رو بخش رو داریم، ولی شما دیگه ورود کردید، من نمیخوام صحبتتون رو قطع بکنم، ولی بذارید که شما گفتید، من بحثم اینه که ما اگر واقع بینانه مسائل رو ببینیم، نقاط قوت زیاده. ایران رشد علمی که ایران تو مقالات ISI داشته تو سال 2010 رتبه یک رو در دنیا داشته، این اقراق هم نیست، من خودم دانشگاهی هم سالی شاید 4-5 تا مقاله ISI به همت دانشجویانم، دقیقاً به همت دانشجویانم وارد بشیم، میتونیم که آره میتونیم که بگیم که ما این نرخ رشد رو داشتیم، توسعه آموزش عالی تو ایران، توسعه مراکز دانشگاهی، اینا شکی نیست، یعنی اتفاقات خیلی خوبی آفرین. ولی اون چی که یعنی نکته ای که باقی میمونه اینه، شما میفرمایید پاسخگویی، شما میفرمایید که دانشجو اجازه و فرصتی برای طرح مطالبات خودش داشته باشه، نقد داشته باشه، ولی امروزه اینقدر فعالیت جنبش دانشجویی پرهزینه شده که این یه سوال گزینه‌ای داشتن دقیقاً. این هزینه این گزینه‌ای که داشتن که چه شد که اضافه تفاوتی شد؟ ای کاش به جای گزینه آفت جنبش دانشجویی به جای بحث بی تفاوتی، چون دانشجو ذاتاً بی تفاوت نیست دیگه، ما اینو گفتیم، یعنی رسیدیم به اینکه دانشجو ذاتاً به دلیل اون انگیزه های جوانی که داره، به دلیل اون شجاعتی که داره، به دلیل اون حس حق طلبی که داره، ذاتاً بی تفاوت نیست. ما چه فضایی رو به وجود آوردیم که فعالیت جنبش دانشجویی، مخصوصاً اگر این جنبش یه مقداری مستقل باشه، بخواد نهاد قدرت رو نقد کنه، بخواد مشکلات رو بگه. شما اشاره کردید به رؤسای جمهور قبل، من هم و حتما همه عزیزان و جناب عالی خاطر دارن آقای رنجبران که
جناب آقای خاتمی هم نشستایی رو با دانشجویان داشتن و دانشجویان خیلی راحت ایشون رو نقد میکردن و خیلی راحت مسائل میگفتن و بعد هیچ اتفاقی نمیافتاد. یعنی پیگردی نبود که دانشجویی به خاطر حتی یه جاهایی این برخوردها تون میشد، شاید کسی احساس میکرد که یه خورده مثلا از ادب هم به دوره، ولی این فضا رو اجازه میدادن به دلیل اهمیتش بودیم که حالا اونو باید باز کنیم. حالا اونو بحث من میخوام بگم ببینید کوی دانشگاه و قضیه من میخوام بگم یعنی میخوام بگم اثباتی عرض بکنیم، اثباتی ما خیلی جای چیز داره. خب ببینید ما چون این تجربیات رو تو تاریخمون داریم هنوز امیدواریم. بله. و امید داریم و میدونیم که این تجربیات قابل تکراره. اگر روی کردها تغییر کنه، اگر ما به این باور برسیم که فضای دانشگاه‌های ما اگر یک فضای آزاد و باز و پذیرای انتقاد باشه، دانشگاه میتونه مبدأ تحولات باشه، دانشجو میتونه این جسارت رو داشته باشه که تحولات عظیمی مثل جریان 13 آبان پیش بیاره، میتونه در جامعه خودش پیشرو باشه، میتونه مقابله بکنه با بی‌عدالتی، با فساد، با تبعیض، میتونه یک تحول عظیمی رو در مثلا نظام اداری کشور به وجود بیاره. ولی اون الزامات و اون شرایطی که الان به نظرم، یعنی اون چیزی که دانشجوها از ما انتظار دارن اینی که امروز حالا که خودشون این امکانش نبوده، نیستن اینجا توی این جلسه، ما از طرف اونها بتونیم صحبت کنیم و این مشکلات رو بگیم و بخوایم که واقعا این مشکلات حل شه. یعنی فضای دانشگاه ها یک فضایی باشه که دانشجو، جنبش دانشجوی، انجمنهای اسلامی، چرا انجمنهای اسلامی در اکثر دانشگاه ها الان امکان فعالیت براشون نیست؟ به دلیل اینکه مثلا نقد کردن شرایط رو، به دلیل اینکه مشکلات رو گفتن، یا به دلیل اینکه تندروی کردن. رهبر انقلاب باز اخیراً فرمودن که اگر جوان دانشجو یه مطلب تندی هم گفت، با من اعتقاد ندارم که باید با او برخورد تندی بشود. این این در واقع جمله ایشون همین اخیراً فرمودن. ولی آیا واقعاً در واقع به قول شما آیا در عمل این گونه است؟ خب آیا دکتر لمینی چند تا مطلب رو خانم دکتر ابتکار مطرح کردن، چند تا شما البته ورود کردید، ولی الان مطلب اصلی اینجاست که خانم دکتر میگن اون فضای آزاداندیشی که باید در دانشگاه ها الان وجود داشته باشه وجود نداره. این اولین سواله که شما به من یادم دانشگاهی چنین چیزی رو تایید میکنید و مطلب دیگه جلوتر از این مطلب دیگه من رخوتی بذار من مطلب دیگه هم بگم. بله. مطلب دیگه این که این فضایی که الان ما باهاش مواجهیم مولود حتما یک اتفاقی، یک بسترسازی، حالا چه از طرف حاکمیت چه از طرف جریان‌های دانشجویی بوده و همچنین جریان‌های سیاسی، سهم هر یک رو چطور میتونیم ببینیم و در این فضایی که الان هستیم ارزیابی بکنیم؟ من برگردم به هم مثال محیط زیستی که زدم و فضا و انوایرمنتی که هست. ببینید وقتی فضا غبارآلود شد، وقتی فضا مسموم شد، دیگه اینجا کاری نداره که این کامیونداری است که در واقع دودکشش رو تنظیم نکرده، موتورش رو مینیبوسی است یا کارخونه است، اینها یا تک تک این موتورسیکلت ها هستند و یا مثلا چیز خانگی است اینا. فضا که به هم ریخت دیگه همه از متضرر میشن. به نظرم ما مقدار بیشتر از این در واقع ناکارآمدی مجریان و حالا مثلا در یک حد پایین شاید اسمشو ببریم اینها، یا قفلت ها، یا سوء مدیریت ها، یا سوء تدبیر ها، یا مسائل کوتاهی رو ممکنه بود مثلا مسائل حاشیه‌ای بوده اصل کرده، اینا همه شاید بشه تک تک بشه وارد کرد. ولی نکته اصلی که ما در فتنه 88 به بعد تشدید شد و نه تنها تو این فتنه، در دهه 70 و 80 در دوره دولت موسوم به سازندگی یا دولت موسوم به اصلاحات و الان هم بعضیاش ادامه داره، یعنی منحصر به این سه دوره یکیش نیست، این فضای غبارآلودگی است که حاکم شد بر محیط‌های سیاسی اجتماعی و خصوصا دانشگاهی ما و اینکه سهم این عواملی که اینو غبارآلود کردن، مسموم کردن چقدره، سوء تدبیرها چقدره، این مقدار احتیاج به جلسات مفصل و مشکافته. من به نظرم میاد وقتی که از یک طرف بی تدبیری میشه، سوء تدبیر، سوء مدیریت، سوء مسئولیت،
هر کسی اونجوری که قانون وظیفه‌شو مشخص کرده انجام نده قانونشو، یا پاشو از گلیم خودش اونورتر بذاره، یا کسایی که تو این در واقع اوضاعی که آشفته میشه و قبارآلود میشه، او رو که داره سم میپاشه تو این جامعه رو کنارش وای میسه. ببینید ما در فضای چند سال اخیر یک گلایه جدی به دوستان اصلاح طلبمون صمیمانه داشتیم از همون سال 88، بارها تکرارش کردیم، گفتیم اینها که آقا ما اگر در داخل خانواده انقلاب بحثی گفتگوی چیز داریم، این یک راهی داره، اونی که با اصل این نظام مخالفه، اونی که دشمن ما بوده از همون 32 با کودتای 28 مرداد، این حسابش جداست. حساب بی بی سی با حساب صدا و سیما، شما میتونید صدا و سیما رو نقد بکنید، بگید اگه اینجوری میکرد بهتر بود. اولین نقادش بنده، همون برنامه‌ای که سال 88 خدمت بعضی عزیزان بودیم جاهای دیگه، که آقا بالاخره این فضا رو شما میتونید باز بکنید، بسته بکنید، مدیریت بکنید، نذارید فضا رو یهو ناگهانی باز بکنید یهو ناگهانی ببندید، و خیلی چیزای دیگه ممکنه بگم. آقا دکتر این نیاز به همراهی هم هم داره، حالا من عرض بکنم وظیفه سن ارزم تکمیل بشه. ببینید اما حساب این صدا و سیما هر چقدر شما بیاید روی مدیریتش و نحوه کارش بحث اینا، با بی بی سی جداست. من نمیتونم بگم من ناچار شدم. ما خب تو این قضیه من عرضم تموم بشه، من قضیه یه لحظه اجازه بدید، من تو این قضیه آسیب دیدم دیگه، حالا دیگه تکرارش هم شاید ملال آور بشه برای مخاطبینی که هست و همدردی که ما مواجه هستیم باش. ببینید از روز اولی که این جنایت در حق فرزند ما رخ داد، حادثه ای که برای ما پیش اومد، ابتلایی که برای ما پیش اومد، CNN به ما تماس گرفت، بی بی سی تماس گرفت، خانم میم یه ضد انقلاب خبرنگار فراری بیچاره کرده خودشو که آقا یه بار با من صحبت کنه. شما بگردید در این 4 سال یک کلام، یه پاراگراف، یه جمله از من در رسانه خارجی. ما حساب اون جداست، من دارم مسیر حقوقی قانونی رو دنبال میکنم، به حمدالله دنبالم شده، الان دادگاهش بالاخره دادگاه دومش، دادگاه اولش 89 انجام شد، دادگاه دومش داره انجام میشه، من احتیاج به حیاهوس هم، من یه مسیر دیگه رو باید برم. صحبتم بخوام بکنم، سایت هست، روزنامه هست، رسانه هست، کوتاه هم نبوده، انجامم شده، ولی خط قرمز گذاشتم، بیگانه رو اجازه ورود بهش ندادم، تو مسیری که او با او مشترک بشم ورود نکردم. ما بسیاری از خواصمون متاسفانه دچار غفلت شدن، دچار در واقع سوء تدبیر شدن در هدایت نقاطی که داشتن. خب فضا مسموم میشه، فضا خب همه متضرر میشن، از جمله جریان دانشجویی، از جمله فضای دانشگاه. بله آیا بهتر نمیشد مدیریت کنه؟ بله. آیا این حالا بعد ادامه پیدا بکنه؟ فرض کنید مثلا یه فضای قبارآلود ما 88 داشتیم، 89 داشتیم، 90 داشتیم، همچنان ادامه پیدا کنه؟ نه، باید عوض بشه. تو این مسیر هم همه باید به هم کمک بکنیم، و الا گفتمان انقلاب اسلامی به ذاتش طرفدار آزادی بوده، برای این آزادی هزینه داده، صدها هزار شهید داده، ایستاده 60 سال. اگر مبدأ رو شما بذارید باز همین 16 که من مبدأ رو قبل‌تر می‌بینم از مشروطه تا ملت ما هزینه‌های هنگفتی رو داده. این پاس داشته از آزادی بیشتر به عهده کیست؟ اونایی که بیشتر متوجه میشن، یا این قبارآلودگی و مسیر در واقع مسموم رو دنبال کردن؟ این یه اشکال اساسی است که به دوستانی که اشتباه کردن، همون روزهای اول که اون آشوبا در خیابونای تهران انجام میشد، به واسطه به بعضی از آقایون، به آقای مهندس موسوی از معاونینش ما گفتیم، پیغام دادن بسیار از دلسوزان، آقا مسیر به لحاظ استشمام رسانه جوریه که آدم نگاه میکنه اون دشمن میخواد روی این موج سوار بشه. همون هفته اول خیلی واضح بود، حسابا جدا نشد، جدا نشد، جدا نشد، و این در همیخگی تا 1 سال 2 سال متاسفانه خوب بود. خب حتما عوارضش مقدار سمت دانش بود. این یک گوشه. شما یه خود عقب‌تر بیاید. ما همیشه با دوستانمون تو لانه بحث داشتیم، بعضی موقع به من دوستان گفتن، مثلا من اون ایام لانه هم حتی اعتراض میکنم که مثلا اعلامی آقای مثلا میم اینجا چیکار میکنه که مثلا فاصله داره با مبانی انقلاب، یا مثلا گروه هایی که نزدیکن به مجاهدین خلق، یا مثلا جنبش مثلا میم مثلا اینجا چیکار میکنه. بعضی دوستان میگفتن آقا اینک مثلا چیزتون رو بردارید با یه اینک دیگه نگاه بکنید. الان همون دوستان میدونن
ما این قاطی شدن مسیرها، کسایی که با اصل مشکل داشتن، اصل انقلاب اسلام، اینها مال امروز و دیروز نیست، از اول انقلاب هم این مشکل رو داشتیم. دورانی که در واقع نهضت آزادی ماهای اول عهده‌دار کشور بود، بعد شما تا سال 60 منافقین بودن تو این کشور، دست به اسلحه بردن بعد راشون، ولی همین صدا و سیما، همین صدا و سیما نماینده چریکای فدایی می نشست، نماینده حزب توده، منحله توده می نشست، شهید بهشتی هم می نشست، مناظره کرد. انقلاب و گفتمان انقلاب و مسیر انقلاب که اصلا مشکلی نداشت با آزادی بیان، با گفتگو، با آزاد اندیش و اینها. خب ببینیم چه مسیری متاسفانه طی شد که این حال شد. و این افراط و تفریط ها در اول انقلاب، دهه دوم، دهه سوم، مثال های زیادی میشه واسه شو برد. خب ما به نظرم میاد که او رو باید حسابش جدا بکنیم، سوء تدبیرا رو و اون بحث‌های دیگه حسابش. خب من فقط حالا ما که قرار نیست بیایم بحث کنیم وارد حالا مثلا همه ابعاد مسائل سیاسی بشیم، ولی واقعیت اینه که جریان بله از زاویه آسیب شناسی جریان جنبش دانشجویی چون ذاتاً جریانی است خواهان نقد و به تبع نقد خواهان اصلاح. اصلا من میخوام بگم همه جوامع مترقی، مخصوصا جامعه‌ای که مبتنی بر تعالیم مترقی دینی اسلام باشه، قطعا خواهان اصلاحه. یعنی قطعا حرکت اصلاحی رو پیش میگیره و یقینا اصلاح بدون پشتوانه نقد، بدون پشتوانه امکان طرح مشکلات حتما. یا به زبانی اعتراضات. به هر حال ما باید یک سازوکاری رو در چارچوب نظام تعریف کنیم. آقای دکتر شما میفرمایید رسانه ها، من خودم تو 3 سال گذشته حقیقتا بعد از سال 88 تو رسانه ملی نیومدم، این شاید اولین باریه دارم حضور پیدا میکنم. علتش هم این بوده که احساس کردم که از چارچوب حرفه‌ای خودش رسانه ملی تو اون شرایط دشوار و قبارآلودی که اشاره کردید کاملا خارج شد، از نقش رسانه ملی بودنش و کمک برای حل و فصل یک مسئله ای که میشد حل بشه که امروز مشکل نباشه و ما این گونه راجبش صحبت نکنیم و تازه امروز مجلس ما به دنبال حل معضل قانون انتخابات نباشه، حتما یه مشکلی اونجا بوده دیگه. یعنی یه بحثی ما داریم، یه مشکلی داریم که امروز هم راجبش صحبت میکنیم و عده میان به هر حال اعلام موضع میکنن چون حل نشده مسئله. بله ما باید این گفتمان داخلی رو برقرار کنیم. رسانه هم حساب ها جدا بشه. آفرین. رسانه ملی هم آقای دکتر وقتی رسانه ملی نتونه، وقتی رسانه نتونه گفتمان منتقدین رو منتقل کنه، وقتی فضا این گونه باشه که هر کس انتقاد کرد اتهام زنی پشتش باشه، عامل بیگانه تلقی بشه، وقتی ما در هر برهه، ما همیشه دوران حساس داریم، انقلاب ما فراز و نشیب داره، دشمن هم در کمینه، من هیچ شکی ندارم، اصلا نمیخوام مرزبندی با دشمن رو کم رنگ بکنم یا بگم وجود نداره. اصلاح طلبان همواره گفتن که خواهان اصلاح هستن، خواهان جمهوری اسلامی هستن، اعتقاد به جمهوریت نظام و اسلامیت نظام. عملم نه عملم همواره این بوده. بالاخره الان کسایی که اون ور آب دارن سر در آخور بی‌بی‌سی و سی‌آی‌ای که از بگم کسانی جداست. آقای دکتر من میخوام کسانی بگم که اینجا هستن درون کشورن و متاسفانه اون کار رو و در الان در مجموعه ها و ساختارهای فعلی قدرت حضور دارن و اون رفتارها رو دارن نشون میدن و شما هم امروز منتقد اون سیاست ها هستید بلد. که متاسفانه وجود داره در مجموعه دولت. پس آقای دکتر بیان ببینید ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، این بحث اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست. اصول این بحث اینه انقلابه. که این آسیب ها دقیقاً نه. اصول و مبانی انقلاب. پس ببینید ما یه سازوکاری رو و جنبش دانشجوی خواسته اصلیش امروز اینه، میگه یک سازوکاری رو تعریف کنید که ما بتونیم نقد بکنیم و هزینه ندیم. امروز دانشجو به خاطر فعالیت توی انجمن اسلامی ستاره دار میشه از ادامه تحصیل. من به دلیل اون به هر حال مسئولیتی که از طرف مردم در شورای شهر دارم مورد مراجعه دانشجویان زیادی هستم، میگن ما رو اجازه ادامه تحصیل نمیدن،
هیچ حکم قضایی هم نیست، ادامه تحصیل نمیتونیم بدیم، نه تو مقطع کارشناسی ارشد بوده، تو مقطع دکترا بوده. دانشجو رو نیمه کاره در حین تحصیل به دلیل اینکه پاره فعالیت ها رو داشته اجازه ندادن. خب برخورد با اساتید هم شما میدونین چه جوری بوده، چقدر اساتید دچار معضلات و محدودیت ها و تو بحث ارتقاءشون دچار مشکل شدن، به خاطر چی؟ فعالیت سیاسی قانونی که داشتن، عقایدی که داشتن. ما از این فضای اتهام زنی اگر عبور کنیم، اگر در واقع اجازه بدیم که مسائل نقد بشه، واقعیت ها گفته بشه در یک فضای سالم، ما نیاز به یک گفتمان ملی داریم. جنبش دانشجویی این رو میخواد. نقطه ایست که من تاکیدم اینه که ترجیح منافع ملی از خودگذشتگی ولو آسیب ببینیم. بله. که این فضا فضای شفاف دقیقا. و قابل تنفس. و اگر ببینید شما میگید شما میگید فقط کسانی که مسئول هستن نیست، نه کاملا، ولی کسانی که مسئول هستن، کسانی که دقیقاً در قدرتن، اینا که واضحات بیشتری دارن. آخه ببینید این واضحات متاسفانه الان به وضعیتی رسیده که این فضا تو دانشگاه ها انصاف اگر خارج ما بشیم و یک سویه ببینیم مسائل رو، خب همین مشکلات تشدید میشه، ادامه پیدا میکنه. ما باید برگردیم منصفانه به صحنه که هستیم نگاه بکنیم، به وضع فعلیمون و آیندهمون، و قدر بدونیم اون سرمایه ها و گذشته ای رو که داریم. این رو هر کسی به او آسیب بزنه همه ضرر میکنه. امروز ببینید، این من فقط همین نکته رو خواستم، من قبول دارم وارد آسیب، حالا چاره جویی من برای بحث فردا، چون همش داریم به دیروز و امروز میرسیم، من برای فردا پیشنهاد دارم. ما اتفاقا داریم راجع به امروزی صحبت میکنیم که اگر امروز به دادش نرسیم، اون فردایی که شأن جوان ایرانی هست رو ممکنه نتونیم فراهم کنیم. ما دغدغه‌مون اینه، ما میگیم اگر شاید نقد دانشجویی و نقد بر حال قدرت امکان پذیر بود، شاید ما معضلاتی که امروز داریم، معضلات اقتصادی، معضلات اشتغال، معضلاتی که جوانان ما رو بیشتر از همه نگران کرده، یعنی جوانی که میره درس میخونه تو دانشگاه، اولین دغدغش اینه که خب من درسم تموم شد، آیا میتونم یک شغل شرافتمندانه داشته باشم؟ میخوام برگردم به روز به روز به اولویت ها، بحث اولویت ها، اولویت ها. تو همون تایم های خودتون صحبت بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، خواهم بکنید بفرمایید.